اخیراً یکی از نزدیکانم از صحبت‌های دوستش خیلی ناراحت شده بود. او یکی از تجربیات بد گذشته خودش رو با دوستش در میون گذاشته بود. اما متاسفانه این دوست جنبه نداشت و این مسئله بیش از حد ظرفیتش بود و همین باعث شده بود که فامیلم احساس ترس و ناراحتی رو تجربه کنه. دوستان ایوب هم کم جنبه بودن. اونا وقتی ایوب عزادار بود با او همراه شدن، اما این سه نفر به نامهای الیفاز، بلداد و سوفر ناگهان شروع به اظهار نظر در مورد مصیبت‌های پیش اومده برای ایوب کردن. از بابهای 4 تا 37 این سه نفر که بعداً الیهو هم به آنها اضافه شد با حرفاشون ایوب رو محکوم می‌کردن و جوابهای تلخ و جگرسوز ایوب رو می‌شنیدن. اونها اظهار فضل می‌کردن و این تمامی نداشت. در مورد مسائلی حرف می‌زدن که فقط خدا از اونها خبر داشت. در واقع به جای خدا حرف می‌زدن و بر این عقیده بودن که ایوب مرتکب گناه شده و حالا خدا او رو مجازات کرده. در آخر خداوند با دوستان ایوب مقابله کرد و به اونها گفت خشم من بر تو و دو رفیقت افروخته شده، زیرا درباره من مانند خدمتگزارم ایوب به درستی سخن نگفتی. به عبارت دیگه اونها از جانب خدا حرف زده بودن. فقط قربانی سوختنی و دعای ایوب میتونست خشم خدا رو از اونها دور کنه. وقتی که ما حرفامونو از فیلتر عبور نمیدیم، دیگران رو میرنجونیم. خوبه که حقیقت رو در محبت بگیم، اما باید مراقب باشیم چیزی بیشتر از اونچه که خداوند در کلامش آشکار کرده و یا میدونیم و نگیم. در غیر این صورت باعث ایجاد ترس، ناراحتی و خیلی چیزهای بد دیگه میشیم و خشم خداوند برانگیخته خواهد شد. امروز به اون چه که میخواید بگید فکر کنید. چه چیزی به شما کمک میکنه که فیلترهای کلامی خودتون رو تمیز نگه دارین تا بتونین راه خداوند رو به دیگران نشون بدید؟ چرا بهتره که در مشاوره یا مواجهه کمتر صحبت کنید؟